خب همونطور که توی تصویر کنار من دارید میبینید، در حال حاضر همستر درصدها رو به اچیومنتاش اضافه کرده. یعنی شما میتونید ببینید که هر اچیومنتی که دارید رو فقط چند درصد از کاربرهای کل بازی همستر تونستن داشته باشن. توی این ویدیو ما اومدیم با همدیگه حساب کتاب کردیم و به یک سری نتایج خیلی جالبی رسیدیم که قیمت احتمالی هر کدوم از این اچیومنت ها که قرار NFT بشن چقدره. پس حتما تا انتهای ویدیو رو با من همراه باشید. سلام میکنم به زیرنی های عزیزم، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید از کانال من. امروز اومدیم با همدیگه بریم برای بررسی آپدیت جدیدی که همستر داده و بالاخره درصدهای اچیومنت ها رو برای ما نوشته. اگر یادتون باشه قبلا اچیومنت ها بودن سر جاشون، یا همون دستاورد ها بودن، ولی درصدی نداشتن. یعنی ما نمیدونستیم که فقط چند درصد از کل کاربرهای بازی تونستن این دستاورد ها رو به دست بیارن، ولی الان این اطلاعات رو داریم و این اطلاعات خیلی میتونه به ما کمک بکنه تا یه میانگینی بگیریم که آقا اگر قرار اینها تبدیل به NFT بشه که خب 100% میشه، چقدر قرار قیمت بگیره. پس یادتون نره که حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید، ویدیو رو لایک بکنید و کانال من رو هم سابسکرایب بکنید. دمتون حسابی گرم و بدون معطلی بزنیم بریم سراغ آموزش امروزمون. خب بچه‌ها، اول از همه برسیم به حالا یک پیامی که خود همستر این پیام رو در اختیار ما قرار داده که خب اینو قبلا توی یک پارت کامل بررسیش کردیم، ولی اینجا قراره که باز با هم دیگه ببینیم که مطمئن بشیم قراره حالا یک سری آیتم ها NFT بشن. خب ببینید اینجا نوشته که ما توی بازی علاوه بر این که قراره RMT به شما بدیم، یعنی Real Money Trading، یعنی یک ارزی که تبدیل به پول واقعی میشه بهتون بدیم، قراره که یک سری حالا ببینید گفته که Achievements ها و آیتم ها رو تبدیل به NFT بکنیم. خب اچیومنت رو که به صورت مشخص نوشته، یعنی این یه چیز 100 درصدیه که آقا اچیومنت های بازی همونطور که اینجا برای ما نوشته اچیومنت ها قراره که تبدیل به NFT بشن. اینو خود همستر گذاشته بچه، یک پیامیه که داخل تلگرامشون اومده گذاشته. حالا من اگه بخوام بهتون نشون بدم، ببینید این پیام هستش، 13 آگوست این پیام رو گذاشته. روی این لینک که کلیک بکنید میبینید که این حالا صفحه براتون باز میشه که شما توی این صفحه میتونید این پیام رو ببینید. خب اما اینجا ما این موضوع رو میفهمیم و مطمئن میشیم که آقا اچیومنت ها قراره تبدیل به NFT بشن و یک سری آیتم های دیگه که حالا مثل اسکین ها و کلی چیزهای دیگه است که اونو توی یک پارت دیگه ای من بررسیش رو کامل انجام دادم. اگر ندیدید حتما برید ببینید. اما وارد گوشی موبایل من بشیم ببینیم که این اچیومنت ها چقدر درصد خوردن. خب بچه‌ها، زمانی که بازی رو باز میکنیم، حالا من یک بار بازی رو ببندم و دوباره بازش کنم تا از اینجا بتونیم کامل‌تر لودش بکنیم. ببینید ما توی بازی میتونیم این قسمت بالا روی اسکین ها که کلیک بکنیم اچیومنت های مختلف رو ببینیم که خب همستر به ما اعلام کرده و به صورت رسمی گفته که اینا قراره NFT بشن و برای هر کدوم از این اچیومنت ها در حال حاضر درصد نوشته. یعنی این درصدی که نوشته چیه؟ به ما گفته که آقا شما جزء مثلا 38% کاربر برتری هستید که تونستن این اچیومنت رو به دست بیارن، یا مثلا 3 میلیون پروفیت گفته که شما جزء 6% کاربر برتری هستید که تونستن این اچیومنت رو به دست بیارن. خب بریم توی بخش ایدراپ، اینجا پوینتس رو بیاریم. ببینید اینجا برای ما نوشته که اچیومنت ها دسته‌بندی میشن، بعضیاشون خیلی به دست آوردنش راحت تره، پس حالا جزء دسته‌بندی کمیاب حساب نمیشن، بعضیاشون سخت‌تره و جزء دسته‌بندی کمیاب حساب میشن. و خب اینو از کجا ما میتونیم بفهمیم؟ از این درصدی که اینها میگیرن. مثلا لول کارت توی 25 یعنی آپگرید بکنید کارتاتون رو به لول 25، فقط 54% کاربرها از بین این 100 میلیون کاربر تونستن کارتاشون رو، یه دونه کارتشون رو به لول 25 برسونن. حالا از این بخش فقط و فقط کمتر از 0.01% کاربرها تونستن 5 تا کارتشون رو به لول 25 برسونن و هیچ کاربری به 10 تا نتونسته، 25 تا نتونسته، 50 تا هم نتونسته برسونه. اما اینجا هم مثلا برای ما مینویسه که فقط اینقدر کاربر بیشتر از 15 میلیارد توکن دارن، 5% کاربرها 1.5 میلیارد توکن دارن و همه اینها رو برای ما اینجا نوشته. اما خب این درصدها رو ما خودمونم میتونستیم بیایم بخونیم و ببینیم. با توی این ویدیو قراره بیایم حساب بکنیم که هر کدوم از این اچیومنت ها چقدر قراره به ما پول بده. فقط اومدم یه حالا کلی بهتون نشون بدم که مثلا هر کدوم از این اچیومنت ها چند درصد، یعنی ما جزء چند درصد کاربر برتر هستیم. پس بریم روی صفحه کامپیوتر من تا این حساب کتاب با هم دیگه داشته باشیم. خب برای اینکه بتونیم قیمت حالا حدودی این NFT ها رو با هم دیگه حساب بکنیم، من اومدم از ChatGPT کمک گرفتم. به ChatGPT بعد از مدت خیلی طولانی که توضیح دادم دقیقاً ازش چی میخوام، فهموندم که آقا چه کاری باید برای ما انجام بده. همونطور که می‌بینید اینجا هم خیلی خوشحال شدم و با چند تا ت نوشتم دمت گرم. و بالا که بیایم اینجا خب منظور من رو فهمیده. گفته که تعریف فاکتورهای ارزش گذاری. گفته که خب ما 3 تا یا 4 تا فاکتور داریم برای اینکه بتونیم یک NFT رو ارزش گذاری بکنیم. یکی کمیابیه که خب کمیابی دقیقاً یعنی همون درصدی که حالا قرار این توکن ها بگیره. یکیش تقاضا، یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا شما مثلا جزء 1% کاربر برتر هستید که اون NFT رو دارید، ولی وقتی کسی ازتون نخواد به درد نمیخوره، یعنی وقتی تقاضایی وجود نداشته باشه به درد نمیخوره. ولی قاعدتا برای همستر تقاضا وجود داره، چون یک ایدراپ بسیار معروفیه و خیلی‌ها قاعدتا میخوان سعی بکنن که بیان NFT هاشون رو بخرن، یا حالا زمانی که لیست شد بیان این NFT ها رو از ما بخرن، چون اعتقاد دارن قیمتش بیشتر میشه، پس تقاضا هم بالا میره. و مزایای درون‌بازی گفته، مثلا اگر NFT به شما کمک میکنه که، یا همون دستاورد منظورمونه بچه ها، بهتون کمک میکنه که مثلا توکن بیشتری به دست بیارید یا هر چیز دیگه ای، میتونه حالا یک سری مزایای خاصی بهتون بده و ارزش اون NFT رو بالاتر ببره. و بازار NFT که گفته که حالا کلا بازار NFT هم وابسته به عوامل مختلفی هستش به صورت کلی. و گفته که اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه قیمت اینه که اول اصلا ما بدونیم چند درصد کاربرها اون حالا مقدار رو دارن. یعنی مثلا ما الان میدونیم که توی همستر برای ما نوشته بود که مثلا فقط و فقط کمتر از 0.01% کاربرها هستن که 5 تا کارت بالای لول 25 دارن. اینو ما الان میدونیم. یا مثلا 1% هستن که یک کارت لول 25 دارن اینجوری. و گفته که نرخ کلی قیمت NFT های مشابه. NFT های مشابه یعنی چی؟ یعنی گیم هایی که ایردراپ هستن، مثل همین حالا همستر، مثل نات کوین، گیم های این سبکی که خود حالا چت جی پی تی اومده اینو برای ما حساب کرده و گفته که آقا قیمت حدودی این سبک از بازی ها و NFT های مشابه توی بازار یه چیزی بین 0.01 تا 1 اتریوم فروخته میشن. بچه‌ها کلا ارزی که برای NFT ها استفاده میشه اتریوم هستش. حالا یه فرمول اینجا ما داده که گفته مثلا فرمولش چقدره. گفته که برای مثال اگر یک دستاورد خاص 5% فقط کاربرها داشته باشن، اینجا با این فرمولی که به ما داده که گفته کمیابی ضرب در مزایای درون بازی ضرب در تقاضا در بازار میشه حالا یه قیمتی که میگیره. گفته که اگر یک دستاورد خاص رو فقط 5% از کاربرها داشته باشن و این دستاورد به بازیکن‌ها حالا یک قابلیت خاصی میده. البته ما توی همستر همچین چیزی نداریم، یعنی اول باید اون قابلیت رو به دست بیاریم بعد اچیومنت به حساب ما میادش. اینجوری نیستش که برعکس باشه، پس این پارامتر ازش حذف میشه و ممکنه یکم قیمت ها رو بالاتر از اون چیزی که واقعا قراره بگیره بهمون بگه. اما در کل با توجه به اطلاعاتی که از همستر اومده خودش جمع کرده به این نتیجه رسیده که آقا اگر یک دستاوردی رو فقط 5% از کاربرها داشته باشن، ممکنه که هر NFTش بین 0.05 تا 0.1 حالا اتریوم معامله بشه. حالا اگر میخواید ببینید که قیمت این مقدار اتریوم چقدر هستش، ما وارد پلتفرم ارز دیجیتال میشیم و این رو با هم دیگه حساب میکنیم. مثلا 500 میشه چیزی نزدیک $117، یعنی نزدیک 7 میلیون تومن ممکنه که یک NFT که فقط 5% از کاربرها دارن ارزشمند بشه. البته که احتمال زیاد خب زمانی که این NFT ها رو خب 5% مقداریه که میشه گفتش اگر کاربری واقعا خوب بازی کنه میتونه یک NFT رو خیلی راحت به دست بیاره که فقط 5% دارن، چون خیلی اصلا بازی نمیکنن و دیدیم که 5% چیز خاصی نبودش، یعنی چیز کمی مقدار کمی نبود، خیلیا داشتنش. و الان به این نتیجه میرسیم که چون که تعداد کاربرهای زیادی این NFT ها رو میگیرن و همون موقع میخوان بفروشن، ممکنه که همون موقع یعنی زمانی که اینا تبدیل به NFT میشن قیمت پایین تر از اینی رو داشته باشن، یعنی چیزی نزدیک $50-60 یک NFT که 5% از کاربرها دارن میتونه قیمت بگیره. حالا بهش گفتم که دستاوردی که کمتر از 0.01 بازیکن‌ها دارن، یعنی با هم دیگه دیدیم مثلا 5 تا کارت بالای لول 25. اینجا به ما گفته که در مقایسه با حالا بقیه NFT ها که اینجا خودش برای ما کاملا حساب کرده و بازی های این سبکی و همه اینها رو کنار همدیگه قرار داده و خودش یه فرمولی به ما گفته و اینجا فرمول اومده حساب کرده و در آخر به این نتیجه رسیده که دستاورد یا همون اچیومنتی که کمتر از 1/100 کاربرها داشته باشن چیزی بین 1 تا 5 اتریوم ارزش گذاری میشه که خب هر اتریوم الان $2355 قیمت داره. خب این بود از یک تحلیل بسیار دقیق که با کمک هوش مصنوعی تونستیم از بازی همستر کامبت داشته باشیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو براتون مفید بود خوشحالم می‌کنم که کانال منو سابسکرایب بکنید، لایک و کامنت هم بذارید. دمتون حسابی گرم و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.